نور احمد خالدی آگاه امور سیاسی و اقتصادی از استرالیا همراه ما هستند تا این موضوع را با حضور آنها بررسی کنیم. آقای خالدی، با وصف روابط حسنه‌ای که میان طالبا و پاکستان وجود دارد، چرا مبادلات تجاری کاهش می‌یابد؟ سلام محترم، سلام به بیننده شما. آزمندی پاکستان، پاکستان میخواد از اوضاع افغانستان به نفع خود استفاده کنه. بانک ملی پاکستان بگویم یا بانک مرکزی پاکستان یک مقرره وضع کرده که با او به اساس از او تاجر افغانی که میخواد از پاکستان واردات کنه، همراه پاسپورت خود باید دلار نشان بده، دلار آمریکایی. و این سبب شده که بسیاری اموال تجارتی در بندرها بدون کلیرنس باقی بمانند. یعنی میگن که نشان بده که دلار در اختیار داره که کد دلار بیاد داخل پاکستان و امتعه پاکستانی رو با دلار بخره، درست است؟ بله بله، یعنی باید نشان بده و که نداشته باشه نمیره. در صورتی که ما شما میفهمیم در افغانستان سیستم بانکی در حال سقوط است، تاجرها و مردم دسترسی ندارن. یگانه مرجع دلار چیز خواهد بود، سرای شاده خواهد بود که کاهش دلار در افغانستان بسیار زیاد محسوس است، مگر اینکه تازه ای کمک های اقتصادی که از غرب صورت میگیره که سطح دلار تا اندازه بهبود بخشیده. به این صورت تاجرها ندارن این پول که نشان بدن و ای از سبب شده که در و همچنان در گذشته قرار بود این موضوع بود که تاجر میتونست از پاکستان وارد کنه، 180 روز فرصت داشت تا پول دیر بده، اما واردات دوباره بده. این پاکستانی ها از بین برده بودن به ظرف یک ماه تقریب داده بودن یا کمتر از او. این هم سبب از این شد که این تاثیر کنه بالای واردات از پاکستان. افغانستان واردات زیاد از پاکستان داره، یعنی صادرات افغانستان در حدود نیمی از واردات است از حجمش از پاکستان. ما زیادتر از پاکستان شکر وارد میکنیم، روغن نباتی وارد میکنیم، یعنی بسیار مواد است که مردم زندگی روزمره با او نیاز داره. و در مقابل البته ما میوه خشک و تازه بسیار به پاکستان صادر میکنیم، اما اکثر زیادتر بخش تجارت ما با پاکستان در گذشته از طریق قاچاق صورت میگیره، تو امیال همیشه قالین افغانستان به صورت قاچاق میره به پاکستان و از اینجا به خارج به نام قالین پاکستانی صادر میشه. اینی پول از یا در تجارت در احصایه های تجارت درد نمیشن. همچنان جلغوزی افغانستان به پاکستان میره و از پاکستان به چین و دیگر جای صادر میشه که یک رقم بسیار خوب وارداتی بر افغانستان است. بله آقای خالدی، آیا راه های دیگری برای افزایش تجارت افغانستان با کشورهای دیگر میتونه وجود داشته باشه غیر پاکستان؟ بله، دولت یا مقامات پاکستان روابط خود از لحاظ تجارتی با ترکمنستان و ازبکستان بهتر ساختند. ترانزیت مقررات امضا کردن با او و امکاناتش موثر شده، اما به صورت عنعنوی بیشترین تجارت افغانستان با پاکستان صورت میگرفت. یک موضوع دیگه بالای این موضوع تاثیر کرده، موضوع حصارکشی است که پاکستان با ایجاد سیمای خاردار در سرحد در خط امتداد خط دیورن بین افغانستان و پاکستان، تو سطح تجارت بین دو کشور بسیار پایین آوردن. در گذشته ها این مردم بسیار آزادانه می رفتن، امتعه را می بردن می آوردن بدون مشکلات، و این سبب از این می شد که در این مناطق دو طرف سرحد مردم میاد منطقه بله. خود از این طرف مرفوع کنن. حال این بند شده با این که بله. کشی که پاسدار کرده و این سبب افزایش تنش شده در دو طرف خط. دقیقا، در کنار عدم مشروعیت حکومت طالبان که البته شاید در این زمینه تاثیر داشته باشه، فکر نمی‌کنید که کمبود کادر مسلکی هم یکی از دلایل کاسته شدن از میزان داد و ستد میان پاکستان و افغانستان شده باشه؟ خب درست است که کمبود کادر مسلکی هم در این قسمت تاثیر داره، اما بیشتر که ما می‌بینیم این معضلات بیشتر از جانب پاکستانی‌ها ایجاد شده تا جانب افغانی، و او بیشتر سبب ای چیز شدن، امی مشکلات شدن.
نه جانب افغانی. البته کدر بیتر دانسته تر فامیتر در آگاه تر در امور اقتصادی و تجارتی در داخل افغانستان ای کمک میکنه، اما بیشتر معاملات تجارتی ما به صورت خصوصی است در افغانستان بین پاکستان و افغانستان. تاجرین ما در به صورت عنعنوی با تاجران پاکستانی روابط و همچنان تاجران هندی روابط عنعنوی داشتن و او در قندهار، در جلال آباد، در کابل، در مزار اینجا و روابط خود تامین میکردن. یعنی بیشتر ای از طریق دولت ها اجرا نمیشد، از طریق اشخاص انفرادی، اتاقای تجارت، تاجرای شخصی انجام میشد که حالا ممنوع است. منتها شرایط قسمی است که در سیستم بانکی در افغانستان سقوط کرده، ما تاجرای ما دسترسی به خدمات بانکی نداره، کلی تراف کده تا باز کنه برای واردات خود، برای صادرات خود، همچنان پشوانی بانکی بگیره، این خدمات وجود نداره. اینالی تاجرای افغانی متکی شدن به بانکهای پاکستانی برای این کار و در پاکستان هم در برابرشان مشکلات زیاد در این قسمت ایجاد شده. بنابراین سطح مبادلات تجارتی پایین آمده بین دو کشور. سپاسگزارتان هستم نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی که از استرالیا با افغانستان اینترنشنال صحبت میکردیم.